محمد علی موحد به مناسبت روز پدر 18/12/1398 به دوستانی که در چنین روزی از دیدارشون محروم هستم. دوستان، جنگی دهشتناک در گرفته است با دشمنی که شما او را نمی بینید و او شما را می بیند. در جبهه به وسعت و گستردگی عالم و عالمیان، مشرق تا به مغرب، همه کس از زن و مرد و پیر و برنا در جیر این جنگ هم. پزشکان و پرستاران، البته قهرمانان خط مقدم جبهند که به نشان شجاعت سرفرازند و از هر سو غریب مرحبا و آفرین میشنوند و صد البته چه سزاوار هر گونه سپاس و ستایشند. اما هرچه هست، آنان لباس رزم بر تن دارند و ساز و برج کارزار در اختیار دارند و از آموزش های لازم برخوردارند. غم اون انبوه جماعتی بر دل من نشسته است که برای ادامه زندگی محتاج کار روزانند. کارگران دستمزد بگیر در سطوح مختلف، پشت میز اداره، پشت فرمان خودرو، پای ماشین کارگاه، کارگرانی که باید تمام روز را با خاک و گل و سنگ و سیمان پنجه درفشنند تا بتوانند دم غروب گوت لایموتی برای زن و بچه خود ببرند. یقین دارم که توقف فعالیت ها عرصه را بر آنان تنگتر خواهد کرد. به فکر آنان باشیم. مردان و زنان با شرف و آبروداری را که در تنجنا افتاده اند فراموش نکنیم. روزگار بدی است، اما اصلا و ابدا شک نکنید که در جنگ میان مرگ و زندگی، زندگی پیروز خواهد شد. مبادا که جوانها بی‌حوصله شوند و بیتابی نمایند. به نظرم جهان آبستن حوادث شجرفی است. امروز که هستیم، به وظیفه وجدانی خود عمل کنیم و امید را از دست ندهیم. فردای روشنتری در راه است. چه باک اگر من نبینمش، دیگرانش خواهند دید. به خدا می سپارم تون دوستان عزیز.